درود بر شما به خبر دست طلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: انتقاد تند عباس استانگزی از مسدود ماندن مکتب‌های دختران. معین سیاسی وزارت خارجه میگوید هیچ دلیل شرعی برای ممنوعیت آموزش دختران نیست، اما سرپرست وزارت امر به معروف آموختن علم دنیوی را برای زنان مباح میداند. با تعلیم پنر او خزبند فرزه علماء اکرام دلتا موجود دی، هیچ وقت دیده وجود دیده فرضیت امکار نشی کواه دا مطلق فرضه. دنیاوی تعلیم دا مباح ده حضراتو، دا مباح ده او چکل مباح او دا امیر پو ما بین تعرض راشی دا امیر حکم واجب ده بیا. برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان. در پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شماری از شرکت کنندگان این نشست رعایت حق کار و آموزش بانوان و دختران را در افغانستان مهم خواندند. با بحران‌های متفاوت مختلف دست پنجه نرم می‌کنند. از جمله می‌تونیم به سامان نرم به کتب دخترانه. با دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه هم ما خواهان روابط و تعامل بالمثل هستیم. تأکید امریکا و پاکستان بر تأمین ثبات در افغانستان. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا میگوید اسلام آباد و واشنگتن اهداف مشترک برای آینده افغانستان دارند. ما اهداف مشترک همچون یک افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز و یک آینده بهتر برای این کشور و همه کشورهای منطقه داریم. و گسترش اعتراض ها در ایران. در 11 روز اعتراض ها در ایران، یک سازمان حقوق بشر این کشور میگوید که 76 تن در این اعتراضات جان باخته و صدها تن دیگر بازداشت شدند. من شمس امانی تا یک ساعت دیگر میزبان شما هستم. سرپرست دفتر یونما در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره اوضاع افغانستان برگزار شد میگوید که از رعایت نشدن حقوق زنان و دختران در افغانستان و ممنوعیت آموزش دختران نگران است. مارکس پودزل همچنان میافزاید که اگر طالبان نتوانند از حقوق هم افغانها حمایت کنند و با جامعه جهانی تعامل سازنده داشته باشند، افغانستان با آینده ناروشن روبرو خواهد شد. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت سرپرست میگوید که هیچ دلیل شرعی برای ممنوعیت آموزش دختران نیست و بهانه برای بسته ماندن مکتب‌های دختران وجود ندارد. شیر محمد عباس استانگزی میافزاید که بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه‌های دختران فاصله میان ملت و حکومت را افزایش می‌دهد. اما در سوی دیگر سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر آموختن علم دنیوی را برای زنان مباح می‌داند. در مراسمی که به مناسبت روز جهانی گردشگری در قصر دارلمان برگزار شده است، معین سیاسی وزارت خارجه بار دیگر خواهان بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه‌های دختران شد. دا تعلیم پر نر او خزه بند فرزه. علماء اکرام دلتا موجود دی، هیچ وقت دیده وجود دیده فرضیت امکار نشی کواله. دا مطلق فرزه، پر نر او خزه بند فرزه. هیچوک دلیل نلری بدون لیدر چه یا به طبیعت خبری چه زده نمنم یاد داده هادا شرعی دلیل هیچوک نلری پده که چی وای داست دبت پلسگون و پسلگون فتوای موجود دی زمان نمک لله الحمد لله جواد علماء اونا داک دا داست علماء دی چه دنیا پساتا بنده جواد علماء دی اتون پده بعد موافق دی باید زر تر زر تعلیم زمین هم ساید اسی زر تر زر باید پا افغانستان که دو مکتبو و دو مدرسو دروازه دو طول پا مخبان دخلاصی. از سوی هم سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آموختن علم دنیوی را برای زنان مباح میداند. دنیوی تعلیم دا مباح ده حضراتو، دا مباح ده او چکل مباح او دا امیر پو ما بین تعرض راشی دا امیر حکم واجب ده بیا، امیر حکم بیا واجب ده. د نارینه د ذکور تعلیم دنیا مباح ده.
شماره از آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که درباره بازگشایی مکتب‌های دختران اختلاف دیدگاه‌ها وجود دارند. نظریات شهری و دهاتی هم باید برطرف شود. این دو تا همیشه متاسفانه در تقابل بوده. امیدوار هستیم که متباقی این دیدگاه منسجم شود، در رابطه با نجات افغانستان فکر شود. شماری از دخترانی که از آموزش دور ماندند از امارت اسلامی میخواهند که بیدرنگ مکتب‌هایشان را باز کند. ما تا چه وقت منتظر باشیم که نتیجه از این قطعی شود، تمام شاگردان به درس خود حاضر شوند؟ پس در این صورت ما گفته میتونیم تمام شاگردان امیدهای خود از دست داده. پوهنی وزارت سموده هیله ده چه زموږ د انجونو پرمخ د مکتبونه پرانستی شي. حبیب الله آقا رئیس پیشین شورای ولایتی کندهار که به تازگی سرپرست وزارت معارف گماشته شده است، به روز دوشنبه کارش را آغاز کرد. معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی از پاکستان میخواهد تا از مداخله در مسائل افغانستان خودداری کند. این مقام امارت اسلامی در پاسخ به گفته های نخست وزیر پاکستان میگوید که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمیدهد که در برابر افغانستان سخن بگوید. عباس استانگزای همچنان میافزاید که شواهد در دست دارد که هواپیماهای بی سرنشین از کجا وارد فضای افغانستان میشوند. معین سیاسی وزارت امور خارجه به گفته های اخیر نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان واکنش نشان داد. شیر محمد عباس استانگزای میگوید که امارت اسلامی به کسی اجازه نمیدهد تا در برابر امارت اسلامی و خاک افغانستان سخن بگوید. پاکستان در صدر اعظم و وزیر خارجه دغه حمل هم په کلک الفاظ باندې موږند او هیچ چاته نه اجازه نه ورکو چې افغانستان د اسلامی امارت او د دې انقلاب خلاف باندې خبر وکړي. پاکستان که اقتصادی مشکل لري، IMF سره په تور لس کې پروت دی، دنیا قرض نه ورکوي. هر چاته چې ټلیفون ورکړي، دوست ملکونه اسلامي ملکونه ټلیفونونه نه پورته کړي چې قرض ورکړي. پاکستان در 40 سال گذشته در جنگ در افغانستان، در صلح در افغانستان نقش عمده داشته و ایران بگوییم که چرا این نقش داشته، بعضی وقت سیاستمداران خود ما وزر درست مدیریت نکردن و پاکستان از این خالیگاه استفاده کرده به نفع خود. از سوی هم معین سیاسی وزارت خارجه کشور امریکا را متهم به نقض توافقنامه دوحه می کند و می گوید که امارت اسلامی به این توافقنامه پابند مانده است. این مقام امارت اسلامی می افزاید که شواهد در دست دارد که هواپیماهای بی سرنشین از کجا وارد فضای افغانستان می شوند. ما سره ویډیوګان موجوده کې وخت راځي څوک ځان منکري مزبې ویډیوګان ورکم چې له کوم میدان راولځي په کومه لاره ځي او چیرې چیرې ګرځي. د هر درون په مقابل کې په میلیونونو ډالر اخیستل کیږي. بس ده د تجارت مه کوئ د دې بېچاره خلکو په سر باندې تجارت وږې ډوډۍ نه لرې خپل وطن نسې چلولې بله طریقه ورته پیدا کړه. تر ابده به موږ د قربانۍ پسونه یو، موږ به قرباني کیږو، دومره به په قصابانو باندې خرڅیږو. مطلب پمدا پاکستان ده. لبنان دولت دی افغانستان مقامات وزارت خارجه باید په دې اکر مند رسمي غبرګونونو کې او په نړیواله کچه مند نړیوال حقوقي نهادو ته په دې اکر مند خپل شکایت به حساب کی. نخست وزیر پاکستان چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرده است که القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت دارند. در پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شماری از شرکت کنندگان این نشست رعایت حق کار و آموزش بانوان و دختران را در افغانستان مهم خواندند. از سوی هم ساعات پیش نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان برگزار شد. انتظار می رود در این نشست سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد سخنرانی کند. اما امارت اسلامی خواهان روابط نیک با کشورهای جهان است. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از 6 روز در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا به پایان رسید. در این نشست کشورهای منطقه و جهان مانند پاکستان، تاجیکستان، عربستان سعودی، قطر، روسیه، چین، کانادا، آلمان و اندونزیا درباره اوضاع افغانستان سخنرانی کردند. در خبرنامه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد پخش شده است، شمار از وزیران خارجه کشورهای جهان از امارت اسلامی خواستند که حقوق بشر به ویژه حق کار بانوان و آموزش دختران را رعایت کند. حقوق تمام شهروندان افغانستان به ویژه حق کار و آموزش بانوان باید رعایت شود.
همزمان با این شام سه شنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اوضاع افغانستان برگزار خواهد شد. در این نشست سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل متحد سخنرانی خواهند کرد. خانم ها از ناحیه از اینکه آزادی هایشان سلب شد، پوشش اجباری والایشان وضع شد و همچنان با بحران های متفاوت مختلف دست پنجه نرم می کنند. از جمله می توانیم به سماندارند به کاتب دخترانه. از سوی هم معاون اداری رئیس الوزرا می گوید که امارت اسلامی خواهان برقراری روابط خوب با تمام کشورهای جهان است. با دیگه کشورهای منطقه و فرامنطقه هم ما خواهان روابط و تعامل بالمثل هستیم. ما هیچگاه خواهان مداخلت در امورات دیگران نیستیم. و نه کسی را دیگه اجازه میتیم که سرزمین افغانستان را بر علیه امنیت دیگران دینجا استفاده بکند. تا اکنون این سازمان چندین بار نشست های ویژه ای را با محوریت اوضاع اقتصادی، بشری و نگرانی های امنیتی در افغانستان برگزار کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که پاکستان و آمریکا اهداف مشترک برای آینده افغانستان دارد. آنتونیو بلینکن میافزاید که این دو کشور پشتیبانیشان را برای برقراری ثبات در افغانستان و حقوق بنیادی زنان و دختران افغان ادامه خواهد داد. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که پاکستان نقش مهمی در صلح و جنگ افغانستان دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست بزرگداشت از 75مین سالگرد روابط دیپلماتیک آمریکا و پاکستان میگوید که واشنگتن و اسلام آباد اهداف مشترک برای آینده افغانستان دارند. ما اهداف مشترک همچون یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و یک آینده بهتر برای این کشور و همه کشورهای منطقه داریم و تا پایان به خاطر این مسئله و همچنان پشتیبانی از حقوق بنیادی افغانها و ویژه زنان و دختران ادامه خواهیم داد. همزمان با این وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه ای گفته است که به کمک‌هایشان برای دستیابی افغانها به صلح و پیشرفت ادامه خواهد داد. وزیر خارجه بر ضرورت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید کرد. او خاطر نشان ساخت که پاکستان به کمک‌هایش در زمینه دسترسی به مردم افغانستان به صلح، ثبات و پیشرفت ادامه خواهد داد. برخی از آگاهان مسائل سیاسی و نظامی نقش پاکستان را در برقراری صلح در افغانستان مهم می‌دانند. رویکرد از اون سبب شده که پاکستان همیشه تا هنوز منحیث یک کلید در مسائل افغانستان باقی می‌ماند. نقش بسیار اندر ایفا کنه. ده چه بلاول بوتو دی افغانستان پر نمایندگی دی بلینکن یا پر نوروزینو که دی مشران و دی دنیا سر خبری که اوزان استازه بولی ده دلیل دو دی. یو داده چه خپل امریکی دی افغانستان قضیه دی پاکستان لاست سپارل و دی افغانستان موضوع دی امری پاکستان دی لاره نمخی بولی. یعنی دی افغانستان موضوع فیلن دی پاکستان لعینه کنن لورت لیدل کیگی. بلا خبر داده چه دو سری زلو بک. بیش از یک سال می شود که افغانستان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است که به باور شمار از آگاهان این مشکل بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه ها کارش را آغاز کرد. رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در نخستین نشست کاری این کمیسیون درباره مشکلات رسانه ها، معافیت مالیاتی، فراهمسازی سهولت ها برای رسانه ها و رسانه هایی که برخلاف ارزش های اسلامی و منافع ملی تبلیغ می کنند گفتگو شده. نهادهای پشتبان رسانه ها آغاز کار این کمیسیون را می ستایند و می گویند که کمیسیون باید به گونه بی‌طرفانه به کارش ادامه دهد. رئیس نشرات این وزارت می افزاید که شمار از اعضای این کمیسیون از 11 نفر به 14 نفر افزایش یافته است و در کنار وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان وزارت امر به معروف، استخبارات و وزارت امور داخله نیز در کمیسیون حضور خواهند داشت. در کمیسیون پمدی هدف جور شویده چی در رسانه‌ی حکومی ستونزی که هغه خپل د رسانه‌ی ترمن ستونزوی که د رسانه‌ی د حکومت ترمن ستونزوی یا د رسانه‌ی د نور و عام خلکو ترمن ستونزوی هر ستونزه د همدې کمیسیون لاره حل کړي. شماری از خبرنگاران از اعضای این کمیسیون میخواهند که به موقع به مشکلات خبرنگاران و رسانه ها رسیدگی کنند. ما خوشبین هستیم نسبت به آغاز به کاری این کمیسیون، ولی متاسفانه که در یک ماه گذشته چندان دستاوردی برای خبرنگار نداشته. جای خوشی است، ما از استقبال میکنیم و امیدواری میکنیم که کمیسیون تمام قضایای رسانه ها و خبرنگارا را به گونه قانونی بررسی کنه و برش رسیدگی کنه.
نبود حضور زنان در ساختار این کمیسیون نگرانی های نهادهای پشتیبان رسانه ها را افزایش داده است. کمیسیون باید خپل استقلالیت ولري. د دې ترڅنګ کمیسیون باید د رسنیو د ټولیزو رسنیو د قانون لمخې فعالیت وکړي. د دې ترڅنګ واضح طرز د عمل باید ولري. همدارنګه د ژورنالیزم کوم اصول او اصلونه چې دي هغوی ته په رڼا باندې دا پریکړه وکړي. شمال از خبرنگاران از حکومت سرپرست میخواهند که در کنار فعالیت های کمیسیون قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات را نیز عملی بسازند. پس از رفت و برگشت کوتاه دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. علاقمندی زنان و دختران به هنر حکاکی در هرات بیشتر شده. به تازگی ده ها تن از دختران با ایجاد چندین کارگاه حکاکی به کار آغاز کردند. آنان با حک کردن روی چوب، سنگ، فلزات لوازم گوناگونی را تولید میکنند. این زنان و دختران میگویند که با آغاز کار حکاکی از خانه نشینی نجات یافته و صاحب درآمد شدند. این دختران با هنر حکاکی بر روی چوبها نقش می‌آفرینند. آنان با چکش و اسکنه روی چوب حکاکی می‌کنند و وسایل تزئینی به دست می‌آورند. این دختران پس از فراگیری دوره 6 ماهه آموزش حکاکی به تازگی به این هنر رو آوردند. ارزش زیادی داشته به زندگی من و این هنر باعث شده که من از خانه‌نشینی نجات پیدا کنم و فعالیت بیشتر داشته باشم و باعث شده که من کسب درآمد داشته باشم. ما به روی قاب عکس، مثلا جای دستمال کاغذی، جا قلمی، جا قرآنی، میز، مبل که هست، به روی از اینا ما عکاکی میکنیم. به این امید آمختیم که بتونیم ابرار معاشی از این داشته باشیم و یک سرگرمی، یک علاقمندی خاصی ما از این هنر داریم. این دختران پس از ماها بیکاری و خانه‌نشینی مصروف به این کار شدند. آنان میگویند خوشحال هستند که از بیکاری نجات یافته و صاحب درآمد شدند. حس خوشی داریم از اینکه ما هم صاحب شغل شدیم، تونستیم یک شغل یاد بگیریم و هم خدمت کنیم به جامعه خود و به خود خود. خیلی خوشحالیم به خاطر از اینکه اگه حال همین هنر نمی بود ما به خونه بودیم، وقت خود تلف میکردیم. حالا هم خوبه. برخی از این دختران نان آور خانواده هایشان هستند. آنان میگویند که ساخته های دستیشان در بازار با بهای مناسب فروخته میشوند. تا حدودی میتونن با این هنر یا با این فروشات تولیداتی که دارن اگه فیصدی خانواده خود از بابت خرج و مصارف اینا برآورد کنند. حکاکی از هنرهای قدیمی در ولایت هرات است. این هنر از دوره تیموریان بیشتر از 600 سال پیش به میراث مانده است. مهمترین های ادامه دارد اما پس از رفت و برگشت کوتاه. یک بار دیگر خوش آمدید. باشندگان ولسوالی سنگین هلمند خواستار بازسازی مکتب هایشان هستند. به گفته آنان از اثر جنگ های پسین بیشتر مکتب ها در این ولسوالی تخریب شده و کودکانشان از آموزش محروم مانده اند. سوی هم مقام های محلی هلمند اطمینان می دهند که با همکاری نهادهای مددرسان مکتب های تخریب شده را بازسازی خواهند کرد. اینها دانش آموزانی هستند که مکتبشان بر اثر جنگ های پسین به یک ویرانه مبدل شده است و اکنون به جای فراگیری آموزش اینجا سرگرم بازی های کودکانه هستند. این دانش آموزان میگویند که اگر مکتبشان بازسازی شود به آموزش و پرورش برخواهند گشت. در مکتب جور سید مشقبل درس وای مشقبل خط وای مش دکتران سو در مکتب جور سید چی مش خط پیش کس دکو چی مکتب جور سید مش ترازی مکتب چی خط مش دسی زباله ما چی خط دکم اجازه باشندگان ولسوالی سنگین که اکنون کودکانشان از رفتن به مکتب محرومند از امارت اسلامی خواستار بازسازی مکتب‌های تخریب شده در این ولسوالی هستند. دا مکتب چه دی دا پتیر دوره که نړیدلې دی چې وس بیا بیا چې ورغول سي جوړ سي موږ غواړو چې موږ د تعلیم په بخش کې موږ ته خدمت وسي. موږ د تعلیم بخش ډیر کمزوري دی. موږ مکتب جوړ سي او دلته د تعلیم معلمین پیدا سي. در همین حال مسئولان ریاست معارف هلمند میگویند تلاش میکنند تا با همکاری نهادهای مددرسان 36 با مکتب را که بر اثر جنگ ها تخریب شده اند بازسازی کنند. مش پلان کلرو ان شاء الله چې هغه د یونیسف په مالی لګښت باندې تر شپږ درش مکاتب او ترمیمات
چې هغه به د دوی په مالي لګښت کېږي چې د 15,000 تر 6,000 ډالرو باندې به په هر ځای کې تعلیمات مصارف کوي هغه به رغوي. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که جنگ های پسین بیشتر باشندگان هلمند را از آموزش، خدمات بهداشتی و انکشافی محروم ساخته است. 400 هزار جلد کتاب از سوی اداره تخنیکی و مسلکی در کابل به چاپ رسید. مسئولان این اداره می گویند که در کنار این کتاب ها 20 هزار شهادت نامه نیز چاپ شده است. مسئولان وزارت اقتصاد چاپ کتاب در داخل کشور را برای اقتصاد کشور مهم می داند. میان برنامه یک بار دیگر خوش آمدید. اعتراض های گسترده در پی درگذشت مهسا امینی در چند شهر ایران برای 11 روز ادامه یافت. یک سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 76 تن در این اعتراضات جان باخته و صدها تن دیگر بازداشت شدند و گفته می شود اعتراضات با سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی این کشور به همراه بوده. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران نیز از بازداشت 20 خبرنگار در جریان این اعتراضات خبر می دهد. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آمریکا کمک‌های تازه‌ای 10 میلیون دلاریش را به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در پاکستان اعلام کرد. وزیر خارجه این کشور می‌گوید که واشنگتن پیش از این 56 میلیون دلار برای کمک فوری به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در پاکستان ایده کرده است. در پی سرازیر شدن سیلاب آب بیش از 1600 تن جان باخته و 13,000 تن دیگر زخم برداشتند. روسیه پس از 9 سال با ادوارد اسنودن پیمانکار پیشین اداره امنیت ملی آمریکا تابعیت داد. ولادیمیر پوتین با صدور فرمان به اسنودن و 72 شهروند خارجی به گونه رسمی تابعیت اعطا کرد. اسنودن از سال 2009 تا 2013 در اداره امنیت ملی آمریکا کار کرد و اواخر 2013 پس از افشای اسناد محرمانه آمریکا در روسیه پناهنده شد. اسنودن 5 روز پس از اعلام صدور فرمان بسیج نیروهای ذخیره نظامی این سند را دریافت کرد. این مسئله سبب شده که برخی شهروندان روسیه به گونه شوخی بپرسند که آیا او به خدمت سربازی فرستاده خواهد شد یا خیر. ادوارد در صفحه توییترش نگاشته که او سابقه سربازی در ارتش مسکو را ندارد و به سربازی فراخوانده نخواهد شد. مراسم خاکسپاری شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن با حضور 4300 مهمان داخلی و بین المللی برگزار شد. رؤسای جمهوری ویتنام، فیلیپین، نخست وزیران هند و استرالیا و شماری از مقام های ارشد سایر کشورها از مهمانان خارجی این مراسم هست. او در ماه جولای سال جاری به ضرب گلوله یک مرد 41 ساله در جریان یک برنامه انتخاباتی کشته شد و جسدش در یک مراسم خصوصی سوزانده شد و کوزه آبی خاکستری او در این مراسم دفن شد. این مراسم به دلایل مختلف از جمله پرهزینه بودن آن مورد انتقاد مردم قرار گرفته است. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر. از همراهیتان سپاسگزارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.